یو اسکوت چطوری مچه ها بر دی ال پی هستم. خوش اومدید به یه گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی پلیس سیمولیتور یا همون شبیه ساز پلیس. من این بازی رو تا حالا انجامش ندادم، هیچ اطلاعی راجبش ندارم و نمیدونم چه خبره. گفتم برای اولین بار با هم دیگه بیایم بریم ببینیم داستانش چیه. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید. بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. توی پیج اینستاگرامم یه ویدیوهایی رو میذارم که توی یوتیوب هم منتشرشون نمیکنم. توی کانال تلگرامم دارم لینک دانلود بازیهایی رو میذارم که شما خیلی دوستشون داشتین. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب همونطوری که گفتم تا حالا وارد این بازی نشدم، به خاطر همین از نیو کریر میریم ببینیم داستانش چیه. دوتا شخصیت میتونیم برای خودمون انتخاب کنیم که یکیش زنه یکیش مرد. 100% مرده رو من انتخاب میکنم. خب اینجا داره بهمون میگه که با چه دکمه‌هایی چه کارهایی داره انجام میده. آر ریلود، ای اینتراکت یا همون دکمه‌ای که باهاش میتونیم ورداریم و بذاریم سر جاش و اینا، دبلیو ای اس دی هم که کاملا مشخصه، دکمه کیو کویت اینتراکشن یا از همون عملی که داریم انجام میدیم میتونیم باهاش بیایم بیرون، تب رادیال منو نمیدونم هنوز چیه، باید بریم توی بازی ببینیم، با شیفت میدوه، با اسپیس میپره، با ام مپو باز میکنه، با پی گریتینگز نمیدونم هنوز چیه، سمت راست تصویرم که موس رو داره نشون میده و میگه با کلیک چپ شوت میزنه، کلیک راستم ایم یا همون هدف رو میگیره. ایکس و زد هم دوتا کار دیگه دارن میکنن. زد رو میگه که اوپن امرجنسی کال اینفو، یعنی میگه اطلاعات تماس های ضروری تو بهت نشون میده. ایکس هم میگه که دیسکارد امرجنسی کال، یعنی قطع میکنه، رد میکنه تماس ضروری رو. همین دیگه چیز خاصی نیست. برو ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. به به، چه دفتر مرتب و منظم و تر و تمیزیه. ایول. خب من باید فکر کنم با این سیستمه اینجا کاری الان انجام بدم احتمالاً. بذار لاگین بکنیم ببینیم چیه داستان. جالب شد بازی واسم خیلی. من کی هستم حالا؟ ال بی پلیس دپ. کاش ال پی میذاشتی حداقل دیگه. چه داستان شدیدیه اینجا. دی شیفتم، آره شیفت روزم. الان فکر کنم از نور بازی روز بود، الان شب نبودش. اینجا هم یه چیزایی نوشته که الان ازشون سر در نمیارم. فعلا روز اولم هست، درسته اسممو نمیتونم عوض کنم. آقا من بردی ال پی ام، باور کنید من این آدمی که دارید به من نشون میدید نیستم، من یه کسی دیگه ام. ولی اوکی دیگه، مثلا که هیچیو نمیشه تغییر بدی، من کانفرم میکنم همینو. فکر میکنم که این سه تا اینجا ماموریتاه، باید یکیشونو انتخاب کنم. من ترافیک دوتی رو انتخاب میکنم ببینم موزلش چیه، چه مشکلی اینجا پیش اومده. خب فکر کنم داره میگه که سری ماشین جای بدی پارک کردن، اونجوری که دوربینامون داره نشون میده، باید بری اونا رو جریمه شون کنی یا وادارشون کنی که ماشینا رو اونجا وردارن. من همینو کانفرم میکنم. اوکی پاشو مرد حسابی، بریم سر کارمون. میگه که برو دور و بر پایگاه پلیس یکم راه برو، با سیتیزن ها و آدمایی که توی شهر هستن همینجوری به صورت رندوم یه ذره صحبت کن ببین داستان چیه. بریم بیرون فعلا ببینیم چه خبره اینجا. از کجا باید بریم بیرون؟ یه مسیری رو بهم نشون داده که در این طرف نیست اصلا. از پنجره باید برم بیرون؟ از کجا باید برم بیرون؟ اینا چیه؟ میگه ای رو بزن تا آرمور تو بتونی ورداری. ولی آرمور اصلا کجا هست که من بتونم ورشون دارم؟ هنوز چیزی مشخص نیست. شاید یه جایی رو مثلا مشخص کردن که اسلحه و اینا اونجاست. میگه که بعد اینکه ماموریت تو اکسپت کردی، برو پیش آرمورر یا همون کسی که اسلحه پیششه، باهاش صحبت کن و بگو به چه چیزی نیاز داری که بهت بده یارو. اوکی بریم پیشش ببینیم کجا یارو. آرموری اینجای دیگه، فکر کنم باید برم همین تو. داداش یه گان خفن به من بده که امروز ماموریت‌های سنگینی دارم. میگه من اسلحه رو بهت میدم، فقط حواست باشه کار کثیفی باهاش انجام ندی و کارایی که میکنی تمیز باشن. تمام اینا رو مثلا که بهم داد تجهیزاتیه که همشون رو لازم داشتم. اینجا هم نوشته که استارت کارت با چند تا ماموریت ساده است. اولیش دستبنده که میتونی مجرما رو باهاشون دستگیر کنی یا دستاشون رو ببندی. حالا من کامل دیگه همه اینا رو نمیخونم، ترجیح میدم بریم تو بازی ببینیم چی کار میتونیم بکنی. یه سری وسیله هم بهم داده که فکر کنم با تپ میتونم انتخابشون کنم. کامل درسته. بذار مثلا یه گان بگیریم دستمون بریم بیرون، یا شاید تو پایگاه اصلا نمیشه درش بیاری. در خروجی کجاست داداش؟ من میخوام برم بیرون از اینجا. اینجا پارکینگه، فکر کنم ماشینم بهم میده. یعنی به به، خیابونو ببین چه ماشینای خفنی. ماشین پلیس هم مثلا که دیاشیه. میگه که ماشین واسات خیلی مفیده و به دردت میخوره واسه اینکه بتونی برسی به محل ماموریتت هر چه زودتر. ماشینتو میتونی توی پارکینگ استیشن پیداش کنی.
آخرش هم میگه که هرچی رنکت بره بالاتر یا پست ترفیع پیدا کنه ماشینای بهتری بهت میدن. اوکی، اینجا هم داره بهمون نشون میده که تو مینی مپ چه چیزاییو نمایش میده. میگه که ماموریت تو با اون دایره زرد داریم بهت نشون میدیم. اینم کاملا مشخصه دیگه. برو بریم. خب کدوم ماشینو الان من میتونم وردارم، اجازه دارم؟ فکر کنم این دوتایی که جلوشون بازه رو میشه ورداشت، یا این رنج روور جی ام سی چیه، اینم شاید بتونم وردارم. خیلی چیز خفنی. قفله. اینو که نمیتونم وردارم. این چی؟ اینم قفله. کلید ماشین از کی باید میگرفتیم ما؟ نکنه اینو بهم دادی کلیدشو؟ ای بابا نگاه کن، اینجا هم تبعیض قائل میشن. آقا درسته که من الان دفعه اولمه دارم میام بازی کنم، دلیل نمیشه آشغال ترین ماشینتونو بدیم به من که. خب اینجا دوباره دکمه ها رو داره بهمون یاد میده. چقدر داستان داره بازی، چقدر کلید باید یادمون بمونه. میگه با 1 و 2 و 3 و 4 این کارا رو میکنه، با دبلیو انگار گاز میده، با ای چیکار میکنه؟ دنبال کردن این خطم کار سختی ها. با یه سری چیز دیگه که احتمالاً بشینیم پشت فرمون خودمون یاد میگیریم. آیم بزنی پارتنر ایم، احتمالاً دستیارت هدف میگیره. فکر کنم معنیش همچین چیزایی میشه. اسپیس هم ترمز دستیه، با اف هم آژیر میزنه. کلیک هم بکنی کاکپیت کامپیوتر رو نشون میده که هنوز نمیدونم چیه. فعلا که خبری نیست. بریم سراغ ماموریتمون ببینیم چیکار میتونیم بکنیم امروز اینجا. امیدوارم گرافیک بازیش از اون بازی که گذاشته بودم شبیه ساز پلیس و شبیه ساز آتش نشانی و اینا بود بهتر باشه که اینو ادامش بدیم دیگه. اون خیلی باحال نبود، من خیلی خوشم نیومد، انگار شما هم خیلی دوست نداشتین. ولی اگه از این بازی خوشتون اومد حتما توی کامنت ها برام بنویسید. این بازی هم ادامه میدیم و تا آخرش گیم پلی میذاریم. یا اول فصل چه حیوانایی ان اینا. کنم با کلیک میتونیم مشکوک بشیم به این ماشینایی که میره روشون. کلیک چپو که فشار بدی انگار اینا رو نگر میداره. الان یه آدم احمق بیشور اومد کوبید به ماشین من، ولی من بیخیالش شدم دیگه، گیر ندادم بهش. خب الان ماموریتم اینه که برم تمام ماشینایی که بد جا پارک کردن این ماشین سفیده رو جریمه کنم، یا مثلا آژیر بزنم جرثقیل چیزی بیاد ببردش. و اینجا داره بهم میگه دیگه، میگه برو روی این که شبیه بی سیمه این کارو انجام بده. نمیدونم این هنوز چیه. میگه که روی اون آیتمی که بهت نشون دادم بری، میتونی جریمه بنویسی براشون، میتونی هم زنگ بزنی که تراک بیاد ماشینه رو ببره. بریم ببینیم چیه داستانش، جالب شد واسم خیلی. اوکی خیلی حرف زیاد میزنه، من همشونو نمیخوام بخونم، ولی احساس میکنم که اونقدر هم سخت نیست تمام آموزشا رو بخوای ببینی. چقدر جالب، از جلوی ماشینا که رد میشی پلاکاشونو بهت نشون میده. بذار ام و من لحظه بزنم، مگه مپ نبود؟ ام باید مپ باشه دیگه. آها ماموریتم اینجاست انگار، باید برم این سمتی، ولی خطی که بهم نشون داده خیلی پیچیده. این ماموریتی که اینجا دارم میبینم دقیقا وسط گرند پارکه. چرا انقدر داره منو دور میکنه؟ ببندش و ببند من خودم پیدا میکنم قضیه چیه. خب فکر کنم دیگه خیلی دارم نزدیک میشم به محل وقوع جرم. برم ببینم کدوم الاغی ماشینشو بدجا پارک کرده و من باید پدرشو در بیارم دیگه. یکم اینجا کمک میخواست که حالا خیلی مهم نیست. من خیلی کارهای مهمتری از کمک کردن به اینجور آدما دارم. نمیدونم ماشینم هم اگه تو خیابون ول کنم برم، مثلا بهم نشون میده که کجا گذاشتم ماشینه رو، یه دور برگردون نذاشتم من راحت بتونم برگردم. نگاه کن چقدر وقت من رو تلف میکنن. اینا نمیفهمن که من کلی چیزا رو با هم هماهنگ کردم که یه وقت خالی کردم بتونم بیام برم این ماموریت رو انجام بدم. خودم هم اولین خلافکارم اینجا، یعنی خیابونو دارم برعکس میرم، چند نفرم دارن بهم اخطار میدن که آقا اشتباه داری میری، ولی من دارم میرم دیگه، کاری به اینجور صحبتا ندارم. مثل اینکه مشکل پشت این دیواره سنگار. بذار من ماشینو هم اینجا پارک بکنم. چجوری پیاده میشی از ماشین داداش؟ دستیو بکش. دستی هم نمیکشه که. هنوز مثلا که جایی که اومدم درست نیست. یو ابوالفاز ببخشید، عذر میخوام، ماموریت خیلی ویژه است، من باید هر چه سریعتر خودمو برسونم به اونجا. بچه‌ها ببخشید. دوز بگیریدش. چقدر سخت رفتن رسیدن به اون لوکیشنی که برامون تو مپ مارک کرده. من کجا باید برم توی اون محله؟ بذار ببینم از این یکی میتونیم بریم تو. اینجا هم راه نداره انگار، این پشت این دیواراست، وسط شهره. مثل که ماشینم داره خلاف میکنه توی شهر، میگه میای کمکمون بریم دنبالش یا نه. من زدو میزنم اکسپت میکنم که بریم بیافتیم اول دنبال این یارو، اینو پدرشو در بیاریم. این که فعلا پارک نمیتونه فرار کنه، پیش به سوی این دزد متحرک، این آدم خلافکاری که داره واسه خودش توی سطح شهر جلون میده و مردمو به خطر میندازه. من اصلا نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. به به، گرافیک بازیش هم نسبتا بد نیست. تصادف که میکنی ماشین یه ذره آسیب میبینه، من از این خیلی خوشم اومد. آقا من الان یه ماموریت رو اکسپت کردم دیگه، دوباره این چیه؟ اوکیه، ببندش اینو دیگه، اینو از جلو چش من دور کن. آها اکسپتش کردم یه بار، همون بالا مونده فعلا که یادم نره.
آلزایمر که دیگه ندارم، همین الان اکسپتش کردم دیگه، چجوری یادم بره آخه. چی فکر کردید راجع به من؟ من پلیس باهوشیم، فوق العاده با ذکاوت. الان ببین چجوری من این مجرمو دستگیرش بکنم، فقط رانندگی رو تماشا کن، ببین چقدر حرفه‌ای من دارم این کارا رو انجام میدم. هیچ کدوم از افسرهای پلیسی که چندین سال اینجا یا ابوالفضل دارن کار میکنن به این تمیزی نمیتونن بشینن پشت فرمون ماشین رو رانندگی کنن. من اینو مطمئنم، شک ندارم که بهترینشون خود منم. چقدرم دور این مجرم، اینو به من نباید واگذار میکردین که یا ابوالفضل. اوه اوه اوه، چه حادثه ای رخ داد، چقدر سنگین بود. ماشینم چقدر آسیب دیده تا الان؟ همون یه طرفش فعلا خورده، اتفاق خیلی بدی نیفتاده، هنوز میشه باهاش کار کرد. چقدر رانندگی باهاش ولی طبیعی و تمیزه، خیلی حال کردم با راید ماشیناش، خوشم اومد واقعا. امیدوارم که تو این بازی حداقل ماشینمون رو که عوض میکنیم صدای ماشینه با این یکی فرق بکنه. افو بزنم آژیر میزنی؟ آژیر بزن که برن کنار، بتونیم زودتر برسیم به محل جرم. بابا خلافکار دو ساعته داره واسه خودش میپلکه اینجا. کدوم کوریه این پس؟ چرا انقدر دوره به من؟ به به، دست فرمونو ببین. اخ، ترکوندم ماشینو، تا گفتم رفتم تو دیوار. همون لحظه، نیم ساعتی که دارم حرفه‌ای رانندگی میکنم، تا لفظش اومدم رفتم تو دیوار. اکنه یارو با ماشین رفته لب ساحل، چه غلطی داره میکنه این اینجا؟ آقا برید کنار، چرا آژیرم صدا نداره؟ خب اینم دوباره چیز دیگه داره بهم میگه. من فعلا تمام تمرکزمو گذاشتم واسه اینکه این یارو رو برم دستگیرش کنم، مثل اینکه بقیه همکارا هم اینجا هستن. ایول، تعدادمون زیاده خدا رو شکر. بذار منم تمیز این خودشون برم پارک بکنم. فقط یه چیزی رو که من یادم رفت نگاه کنم اینه که با چی از ماشین پیاده میشد. من بعد برم تو این کافه تا مجرم اونجا پیاده شو، سری زودتر بریم دستگیرش کنیم. بیا بیرون، بیا بیرون، هممون دم در وایسادیم، هیچ جا نمیتونی فرار کنی دیگه پسر جون، دستگیر داری میشی. یه دقیقه و 50 ثانیه هم انگار وقت دارم. آقا یکی به من بگه چجوری میشه از ماشین پیاده شی تو رو خدا. آها، با سی از ماشین پیاده میشه. بابا بگید دیگه زودتر، من میرم به سرعت دنبال یارو، الان میگیرمش. عمرن اگه بذارم من اینجا فرار کنه. کدوم هست حالا؟ خود کافه رو باید ببندیم یا چیزایی باید من اینجا پیدا بکنم؟ آها، گانو بکش بیرون، من مشکوکم به همتون، همتون مشکوکین. این جایی که برای من علامت زده الان هیچی نیست، چیکار باید بکنیم اینجا؟ رسیدن به موقعیت کاملا درست، شاید باید بریم تو مثلا، یکی این تو احتمالا. تکون نخورید از جاتون، هیچ کس از جاش تکون نخوره، همه چی تحت نظر منه الان و مشکوک. خیلی همه چی اینجا مشکوک، خون ریخته. آها، مسئله اینجا بود. خب چیکار باید بکنم با این خونه الان من؟ این خونی که اینجا ریخته رو باید با یه چیزی فکر کنم چک بکنم، ولی نگفته با چی هنوز. کی اینجا آدم کشته؟ چیکار کنم الان با این؟ بذار ببینم چیا هست. چک اینفو داریم، با ذره بین میشه کاری کرد. با چی چک کنم من این لعنتیو؟ بذار ببینم گرافیک بازی در چه حده، مثلا برق بزنیم به سوس اتفاقی میفته واسش. زدم به سوس سیب زمینی سوخت. یه بار دیگه اینونتوری رو هم چک میکنم ببینم چه چیزایی داریم و با چی میتونیم یکم تحقیق کنیم ببینیم چیه مثلا داستان این خونه، چی توش ریخته. با ذره بین از همه چی بیشتر میشه چک کرد فکر کنم. من 8 تا کلوز باید پیدا کنم، ولی کلوزا اصلا چی هست؟ مثلا اثر انگشتی چیزیه؟ یه چیزی انگار اینجا بود و من یه کاری باش انجام دادم. بذار بقیه‌اش هم ببینم. کلوز یعنی چی؟ مثلا سرنخی چیزیه داستان؟ آقا من پیدا کردم، من این خونو دارم میبینم، ولی 0 از 8 ام چرا هنوز؟ فکر کنم سرنخا رو باید پیدا کنی. حالا همه جا رو من میگردم ببینم چی به چیه. اینجا هم زره دیگه خون ریخته. باز کنید درو. برو باز کن لعنتی ببینم چه خبره اون تو، چرا خون ریخته دم در دستشویی. اینجا هم نمیشه رفت، این یکی دره هم فکر کنم تست کردم نمیشد بری تو. بریم یه جای دیگر هم چک بکنیم ببینیم در مخفی چیزی اینجا نیست. مثل اینکه قتلم که اتفاق افتاده همه فرار کردن تو رستوران، هیچکی نمونده. من باید یه چیزی اینجا پیدا کنم دیگه، فقط هیچ کمکی نکرده به من که چه کاری باید انجام بدم. از یه جا باید برم تو، همین جا باید دنبال چیزی بگردم. چیکار باید بکنم این تو؟ یکی به من یه کمک بکنه حداقل. آها، جای دست اینجاست. این دسته رو با چی میتونم نگاه کنم؟ بذار ذره بین بکشم بیرون ببینم با ذره بینه میشه با این دسته کاری کرد. کلوز یعنی چی دوستان؟ یکی به من کمک کنه، من گیر کردم، موقعیتم خیلی حساسه، شیفت تایم هم 2 دقیقه و 51 ثانیه شده، خیلی داره طولانی میشه دیگه انگار. یه اثر انگشتی، جای دستی، چیزی باید پیدا کنیم اینجا.
تیر ریخته رو زمین، اینا رو وردار حداقل دیگه. چرا هیچ کاری انجام نمیدی بابا؟ تو خیلی خرید چک اینفو مثلا چیو میتونیم چک کنی؟ این برای آدمه فکر کنم، به درد اینجا نمیخوره، ولی این تیرا رو میتونی ورداری سر نخ خیلی خوبی ها احمق. یه کاری باهاش انجام بده، خیلی چیز مناسبی پیدا کردم. اینجا هم که خون ریخته که هیچ چیز خاصی نیست. چرا خونه نمیماله کف کفشم با هم بیاد اینور اونور؟ اینا نشونه ضعف گرافیکی بازیه. خب بذار من سر میرم بیرون ببینم با آدمایی که اون دور و برن میتونم صحبت کنم، یه چیزی ازشون بپرسم، مثلا ببینم چیزی دیدن چیزی ندیدن. میگه که من سوال میخوام ازت بکنم، همکاری میکنی با من؟ گفت بله حتما آفیسر. اول اطلاعات خودتو به من بگو ببینم چی کاره ای، شاید خودت کشتیش اصلا، کجا معلوم؟ دیگه چی میتونم بپرسم؟ یه ذره دیگه با هم صحبت کنی. کسی رو دیدی تا حالا اینجا؟ کسی که مشکوک باشه رو دیدی؟ یکی رو داره به من نشون میده انگار، مثل اینکه این آدم رو اینجا دیده. این که پلیسه ولی خودش. آها مأموریتم این بود که بیام با این آدما صحبت بکنم. میتونی به من توضیح بدی که چه اتفاقی اینجا افتاد؟ چی پوشیده بود؟ ببخشید اشتباه گفتم. میگه یه هودی قرمز پوشیده بود و شلوار جین. اینو که ازش پرسیدم، سوال دوم هم ازش بپرسم. گفتم راجع به هیکلش میتونی به من توضیح بدی که مثلا چاق بوده، لاغر بوده، شیپ بدنیش چه شکلی بوده؟ گفتش که آدم عادی بود. آخرین سوالم ازش بپرسم. میگه که اطلاعات بیشتری میخوای به من بدی؟ گفت ندارم دیگه، خیلی سریع اتفاق افتاد. خب بیا بیرون دیگه از این داستانا. با یه نفر صحبت کردم، دو تا سرنخ پیدا کردم تا الان از چیزایی که این بهم گفته. چی دارم ازش میگیرم؟ کارت شناساییشم دیدم، میتونم دستگیرش کنم. فعلا این خیلی اطلاعات داشت، میتونم دستگیرش کنم، شاید بعدن به دردمون بخوره. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید، تمام کامنتاتون رو می‌خونم و همه‌شون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید می‌ذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. اول ویدیو گفتم که چه کارهایی میخوام انجام بدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.